نظرتان تا کنون تا این دقایقی که کنفرانس رسیده در بخش خطابه آقای کرزی چیست؟ من فکر میکنم که آقای کرزی یکی از اون خطابه هایی را که معمولا میداشت یکی از اونها را پس دوباره دیجه داشت. بعضی نکات بسیار مهم و کلیدی را بهش اشاره کرد که البته قابل ملاحظه هست که او از جمله موضوع مبارزه با فساد اداری بود، موضوع فرهنگ معافیت بود و مخصوصا در رابطه با وقتی که در رابطه با موضوع مصالحه که به اصطلاح خود امین طرح پالیسی مصالحه با طالبان بود، او جمع از یادآوری کرد که مثلا حکومت افغانستان وقتی که طرح را پیش میکنه نمیخواد که قانون اساسی افغانستان و مخصوصا حقوق زنای افغانستان در معامله بمانه با هیچ شرط و شرایطه. البته این از پوینت های به حساب مثبت یا از نکات مثبت بود که در اینجا یاد شد. نگرانی که من دارم در رابطه با صحبت هایی که امروز شد بود که من فکر میکنم امی اولویت بندی به حساب طرحهایی که داشت بسیار اتون معلوم میشد که حکومت افغانستان در یک آشفتگی قرار داره، در یک وضع نابسامان قرار داره که ترس از ایره داره که ما چه قسم از این منابع استفاده کنم بدون از اینکه یک مقدار بیشتر در این رابطه مکس کنن و توجه کنن. به طور مثال من فکر میکنم بجای از اینکه یک مقدار پول بسیار بزرگ یا کلان یک هزینه بسیار کلان برای شامل ساختن طالبا در پروسه و اسلامت طالبا در پروسه اینجا مطرح شد، به جای از این من فکر میکنم توقع مردم افغانستان بود که امی پول خواسته شود در رابطه با مبارزه بسیار قوی در رابطه علیه فساد اداری. با تاسف چیزی را که من از آقای کرزی شنیدم در صحبتهایشان باز هم وعده هایی را که داد در رابطه با مبارزه با فساد اداری عمدتا در رابطه با ایجاد ساختارها بود که یک ساختار تشکیلات دیگه جور شود یا اینا. من فکر میکنم ساختارها اگر مشکل مبارزه با فساد اداری حل میکرد ما شاید امروز به این موقفی که رسیدیم نمیرسیدیم. خب من فکر میکنم من حیث یک افغان آرزوی من هم است و آرزوی هر افغان در افغانستان است، چی زن باشن چی مرد، که یک روز بالاخره افغانستان من حیث یک مملکتی که هزارها سال تاریخ داره به پای خود استاد شود. عقیده من شخصا همی است که ما هیچ وقت نمیتونیم که خود وابسته یا خود منتظر خارجی ها بانیم یا بیرونی ها بانیم که بیای افغانستان جور کنه و آباد بسازه. امروز نه فردا یا پس فردا باید مردم افغانستان به پای خود استاد شوند، سرنوشت خودشان تعیین کنند و به قوت خود از خاک خود از خانه خود دفاع بکنند.